نام خداوند بخشاینده و مهربان با سلام خدمت همه شاگردان خوب و عزیز امیدوارم که همه شما خوب و خوش و باشین امروز میخوایم آخرین عنوان از این فصل را با همدیگر بخوانیم ما در این فصل در مورد دوران مواد در طبیعت با هم خواندیم آمدیم دوران آب را با همدیگر یاد گرفتیم و امروز میخوایم در مورد دوران کاربن در طبیعت با همدیگر یاد بگیریم اول از همه خوب است که ما ایرا یاد بگیریم که کاربن در اصل یکی از عناصری هست که درجه چهارم را در فراوانی داره یعنی چهارمین عنصری هست که به مقدار بسیار زیاد و فراوان در کره زمین وجود داره و کاربانی که در کره زمین وجود داره به اشکال مختلفی مثل کاربون دایوکساید وجود داره که می دانیم در همین تنفس انسان ها هم ای وجود داره خب در مورد دوران کاربن باز هم را باید بدانیم که در از وقتی که ما میگیم کاربن در طبیعت دوران داشته باشه مثل دوران آب منظور ای است که کاربن تولید شوه مصرف شوه و همینطور ای دوران و چرخش یا همین گردش ای دوران ادامه پیدا کنه خب حالا بیایم ببینیم که در مورد دوران کاربن در کتاب چه موضوعاتی گفته شده موجودیت هوا در اکوسیستم ضروری است. گازهای مختلفی در هوا برای زندگی مهم هستند. خب ما می دانیم که در یک اکوسیستم یا در یک محیطی که انواع مختلف موجودات زنده، اجزای زنده و غیر زنده در او وجود دارند و زندگی می موجودیت هوا هم برای تنفس بسیار ضروری هست که در این هوا هم یک میزان زیادی از کاربن وجود دارد. کاربونی که در ترکیب گاز کاربون دایوکساید موجود است با آب یکجا و عملیه فوتوسنتز را به پیش می برد. خب پس اولین یا مهمترین فایده کاربونی که در طبیعت وجود داره یه است که بیاره در سا... سا... کنار سایر گازات و خصوص در کنار کاربون دی در عملی فوتوسنتیزی که برای تولید انرژی در نباتات مهم هست مورد استفاده قرار بگیره یعنی ما ایره میدنیم که نباتات میاین میزان زیادی از کاربون دی اکساید را جذب میکنند در نتیجه عملیه های کیمیاوی و تغییراتی که در داخل نباتات انجام میشه برعکس اکسیژن را تولید میکنند که برای تنفس انسان ها مفید و حیاتی و ضروری هست پس هم در تولید اکسیژن و هم در عملیه فتوسنتز و ای که ای عملیه بهتر پیش بره هم نقش داره و همچنین کاربن در عملیه فتوسنتز و شکل دی دایوکساید موجود در هوا و تولید کنندگان دار داخل شده منظور از تولید کنندگان کلروفیل دار در از همون نباتاتی است که گفتم در اونها یک ساحه سبزی به نام کلروفیل وجود داره و از آنجا توسط مواد غذایی داخل وجود مصرف کنندگان می شود. یعنی چی؟ یعنی دوران کاربن یا همین حرکت کاربن به چه شکلی انجام میشه؟ اول کاربن از طریق هوا میای چی می داخل یک نبات می شود. یا توسط یک نبات جذب می شود. بعد از او وقتی که وارد یک نبات یا یک تولید کننده شد همونطور که در کتاب از به نام تولید کننده کلوروفیل دار نام برده شده خب وقتی که وارد یک تولید کننده کلوروفیل دار یا یک نبات شد در نتیجه همین عملی فتوسنتز ای کاربون تبدیل به انرژی میشه زمانی که تبدیل به انرژی شد یا در نتیجه فعالیت هایی که در یک نبات رخ داد تبدیل به اکسیژن شد این میآید در حیات سایر اجزا سایر موجات زندگی که در یک زنجیر غذایی هستن هم وارد میشن مثلا بعد از او وقتی که یک انسان از یک نبات استفاده میکنه در اصل میای از همین کاربونی که وجود داره هم تغذیه میکنه یا استفاده میکنه چون تمام اجزایی که در یک زنجیر غذایی وجود دارن میاین منبع غذایی همدیگر میشن یا منبع غذایی سایر اجزایی که در ادامه او زنجیر غذایی قرار داره را تشکیل میتن وقتی کاربن وارد بدن یا وارد همون ساختار و ساختمان اولین جز از یک زنجیره غذایی میشه و ترتیب سایر مصرف کننده ها هم از همو استفاده میکنن پس یک کاربردش در تولید غذا و انرژی هست یعنی همی که کاربن ما میگیم دوران پیدا میکنه به این معنا هست که از طریقه های مختلفی وارد بدن موجودات زنده شوه استفاده شوه و مصرف برسه و دوباره در محیط جریان پیدا کنه چون ما گفتیم دوران در اصل به این معنا هست که یک موادی یک زمانی جزی از محیط زیست باشه و یک زمانی جزی از بدن یک موجود زنده باشه و همچنین در وقت تنفس یک مقدار آن دوباره به اتمسفر آزاد می شود زمانی که کاربن و کاربن دای از طریق نباتات و تغییراتی که در داخل یک نبات انجام میشه و شکل اکسیژن بیاین دوباره در هوا در کره زمین آزاد شوند دوباره هم همین دوران او ادامه پیدا میکنه تنفس میشه و و مصرف میرسه بعد از مرگ موجودات زنده تجزیه کنندگان بدن آنها را تجزیه میکنند و کاربن موجود در بدن آنها به شکل کاربن دای آزاد و دوباره داخل دوران می یعنی وقتی که در همین زنجیر غذایی که ما نام بردیم این کاربان آمد تولید شد جذب شد و استفاده شد بعد از اینکه یک موجود زنده که در اصل منظورمان همین انسان هست بعد از مرگش تجزیه کنندگانی که در محیط وجود دارن میاین تمام اجزای اون موجود زنده را تجزیه میکنن یا تمام عناصر و موادی که در بدن موجودات زنده چه در بدن نباتات و انسان ها وجود داشته باشه تجزیه میشه و همین کاربن دوباره در محیط جریان پیدا میکنه یعنی یک وقتی جزی از بدن این موجودات زنده بود و بعد از مرگ این موجودات زنده دوباره به محل اولی خود یا همون محیط برمیگرده که این هم در اصل یک شکلی از دوران کاربن را نشان میده و کاربن موجود در بدن آنها به شکل کاربن دی دوباره همون حرکتش یا دورانش ادامه پیدا میکنه در تاریخ یک نوع همونطور که در کتاب گفته شده موازنه یا یک نوع تعادل بین تولید و دوران کاربن وجود داره یعنی همیشه همونطور که گفته میزانی از کاربن به اشکال مختلفی مثل کاربن دی تولید شدن استفاده شدن مصرف شدن و دوباره دوران پیدا کردن که همین دوران فایده مهم و اصلیش است که باعث میشه اجازه میزان کاربن در کره زمین و یا در هوا بیش از حد باشه وقتی که کاربن به مصرف نرسه استفاده نشه و شکل یک ماده اضافی در کره زمین تجمع پیدا میکنه زمانی که کاربن بیش از حد باشه یا تولید او زیاد باشه اما مصرف او استفاده او کم باشه خب مشخص است که میزان کاربن به مرور زمان افزایش پیدا میکنه افزایش کاربن یک حادثه ای را به نام گرخانه شدن زمین به وجود میاره منظور است که در اسب باعث می‌شود درجه حرارت کره زمین افزایش پیدا کنه چون میزان کاربن به هر اندازه ای که در کره زمین افزایش پیدا کنه به هر اندازه ای که تعادل بین مصرف و تولید از بین بره باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به مرور زمان افزایش پیدا کنه میزان بارندگی ها میزان برف و باران و جاله کاهش پیدا کنه و در اصل باعث شد که درجه حرارت زمین همینطور بالا و بالاتر بره خب ما این میدانیم که بالا رفتن درجه حرارت یا گرم شدن بیش از حد کره زمین برای حیات موجودات زنده هم بسیار خطرناک است نباتات برای عملیه فتوسنتزی که انجام میتن نیاز به یک درجه حرارت معین و ثابت دارن در یک درجه حرارت خاصی هست که میتونن همین عملیه فتوسنتز را انجام بدن یا انسان ها ما میدانیم که همیشه بدنشان یک درجه حرارت ثابتی داره یا در یک درجه حرارت مشخصی اینها میتونن زندگی کنن وقتی که این درجه حرارت بیش از حد افزایش پیدا کنه در نتیجه میتونه باعث مرگ بسیاری از موجودات زنده یا حتی میتونه باعث مرگ تمام موجودات زنده کره زمین شود پس دوران کاربن مهمترین نقش یا مهمترین فایده است که اجازه نمیده میزان کاربن در بدن افزایش پیدا کنه یا میزان کاربن در سطح کره زمین افزایش پیدا کنه و در نتیجه باعث میشه که درجه حرارت کره زمین همیشه ثابت باشه. و مرور زمان وقتی که بیشتر آمدن از تمام همین مواد و عناصر کیمیابی از بسیاری از ماشینالات و منابع غیر قابل تجدید یا سوختهای فسیلی استفاده کردن بر علاوه ای که آلودگی ها افزایش پیدا کرد باعث شد که میزان تولید تمام این هم افزایش پیدا کنه و خصوص در از همو تعادلی که بین تولید و مصرف این و خصوص تولید و مصرف کاربن وجود داشت هم از بین رفت به همین خاطر است که شاید شما امروز بسیار زیاد ایره شنیده باشین همین حادثه گرخانهی شدن زمین بسیار مطرح است و درجه حرارت کره زمین را بسیاری از دانشمندها ها آمدن بیان کردند که کره زمین و مرور زمان همینطور در حال ای است که درجه حرارت او بالا رفته میره و در حال گرم شدن است. به همین دلیل است که ما همیشه متوجه باشیم که این دوران در طبیعت و شکل منظمی انجام شده و همچنین استفاده از تمام همین مواد فسیلی که در این دهه های اخیر همانطور که گفتم بیشتر استفاده شده باعث شده که همین تعادل و موازنه از بین بره مثلا توسط سوختاندن تیل و زغال سنگ چوب های جنگلات دود فابریکه ها و موتر مقدار زیاد کاربون دایوکسایدی که از زمانه های زیادی در زمین ذخیره بود دوباره به اتمسفر آزاد شده یعنی وقتی که ما میایم از تمام این مواد سوخت و فسیلی استفاده میکنیم میزان زیادی از کاربون دای که در بین اینها وجود داره دوباره در هوا آزاد میشن کاربن به اشکال مختلفی همونطور که گفتیم در کره زمین وجود داره و در بین انواع مختلف اجزایی که در محیط زیست وجود داره در بین چوب ها و سنگ ها هم وجود داره زمانی که میزان استفاده از این چوب ها و مواد سوخت و فسیلی افزایش پیدا کنه به جای منابع طبیعی قابل تجدید مثل منابع مثل انرژی آفتاب در اصل باعث میشه که همون کربنی که در بین این منابع و ذخایر ذخیره شده حفظ و نگهداری شده اینها آزاد شود و چون تولید افزایش پیدا کرده و اما مصرف او هیچ تغییری نکرده در اصل باعث میشه که همون میزان کربن زیاد شه و افزایش شود که همین حادثه را همانطور که گفتیم باعث میشه که حادثه گلخانه ای یا حادثه ای به نام گازهای گلخانه ای وجود بیه در مورد گازهای گلخانه ای شما در بیولوژی های بالاتر بیشتر در مورد رو یاد میگیرین یا همونطور که ما گفتیم در از همون حادثه یا اتفاقی هست که درجه حرارت کره زمین را از حالت تعادل او خارج میکنه و بالا میبره و همچنین زمانی که درجه حرارت زمین افزایش پیدا کنه بسیاری از یخچال هایی که در کره زمین وجود دارن که اینها در اصل همون منابعی هستن که میاین آب را در کره زمین جریان میتن و یا به حرکت میاین باعث میشه که تمام این یخچال ها هم آب شون و یا زب شون و به مرور باعث میشه که ما در از همون ذخیرهگاهی که برای منابع طبیعی داشتیم تمام اینها را هم از دست بدیم پس میبینیم که یک دوران کربن میتونه چه اثرات بسیار مهم میره در زندگی و حیات انسان ها و در بالا رفتن درجه حرارت کره زمین دارا باشد. خب این بود درس امروزمان در مورد دوران کاربن با همدیگر خواندیم. امیدوار که درس امروز را یاد گرفته باشین تا روز آینده و درس بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.